سلام به دوستان عزیزم. میگم جالبه، رئیس جمهور دوتا کشور دیگه از شرق و غرب عالم وسط اجلاس ناتو با هم ملاقات میکنن، بعد این عمود خمه نظامه که میلرزه. منظورم دیدار ترامپ و پوتین تو هلسینکیه. هنوز جزئیات صحبتها درز نکرده، فقط معلوم شده که صحبت سخت گرفتن به نظامم بوده، همینم باعث لرزوندن نظام و عظما شده. در این مذاکرات قطعا موضوع اوکراین و پیوستن کریمه به روسیه نیز مطرح می شود. روسیه مایل است پیوستن آن سرزمین روسی را به خاک خود قطعیت ببخشد و از قید تحریم های غربی نیز آزاد شود و همچنین خواهان ادامه بهره‌مندی از پایگاه دریاییش در لازقیه سوریه در دریای مدیترانه است. غرب هم به احتمال زیاد برای قبول تمنیات روسیه و رسمیت دادن به آن بهایی می‌خواهد. به نظر می‌رسد این بها رفع تهدید موجودیت اسرائیل و رنگ غیر نظامی یا غیر تهدیدآمیز دادن به حضور ایران در سوریه خواهد بود. نباید فراموش کرد که در شرایطی حاد به سر می‌بریم. سران نظامی غرب در دیدار ناتو درباره مسئله موشکی ایران اتفاق نظر داشتند. روس‌ها نیز متحد اسرائیل و خواهان رفع مسئله هستند. بله، روس‌ها قیمتشو از نظام ولایت می‌پردازن. به نظر میاد اوضاع احوال با دوران طلایی اوباما یه تفاوتایی کرده. تمرکز روی نظام ولایت. بازی پوتین با کارت ایران. بر اساس گمان زنی های محافل سیاسی، بحران سوریه در مرکز ثقل مذاکرات ترامپ و پوتین قرار دارد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز به تازگی گفته است که مسئله استراتژیک آمریکا در سوریه حضور نظامی رژیم ایران در این کشور است و بودن و نبودن اسد در قدرت موضوع اصلی واشنگتن نیست. در کنار این موضوع و احتمالاً آینده خاورمیانه در پرتو تحولات پسا بهار عربی، خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌های سنگین اقتصادی علیه کشورمان و به ویژه محرومیت کامل ایران از صادرات نفت با وجود مخالفت صریح روسیه با رویکرد ترامپ علیه ایران در زمره موضوعاتی است که در مذاکرات سران روسیه و آمریکا قرار داشته و درباره آن به رایزنی پرداختن. بیا نظام ولایتو باش که شده یک کارت تو دست روسا. روسا هم واسه نگه داشتن کریمه و پایگاه نظامیش تو لازقیه حاضرن به سادگی نظامو قربونی کنن. حالا نگرانی نظام کجا بالا میگیره؟ جایی که روسا حرفای پامنقلی عظما یعنی ولایتی رو تایید نکردن. به نظر می‌رسد برخلاف ایران، روسیه خط قرمز مشخصی در سوریه ندارد و پوتین از همه اهرم‌ها و بازیگران مطرح به نحو کاملاً هوشمندانه‌ای در راستای اهداف روسیه بهره می‌برد. طرفه آنکه خبر سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری روسیه در صنایع نفت و گاز ایران که پس از ملاقات ولایتی با پوتین از سوی مقام ایرانی مطرح شده بود، بلا فاصله با واکنش مقام‌های روسیه روبرو شد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، در پاسخ به سوالات خبرنگاران در این باره گفت: نمی‌توان چنین چیزی را تایید کرد. این خبر تا این حد نمانده و در ادامه به گفته وزیر انرژی آن کشور به برنامه نفت در مقابل کالا تنزل یافت. برخلاف خوشبینی‌های برخی از مقامات مسئول سابق و لاحق، روس‌ها از سابقه چندان روشنی در رویکردشان درباره ایران برخوردار نیستند. القصه میگه روس‌ها سابقه چندان روشنی در مقابل نظام ندارن. بله، به همین دلیل هم است که اینطور لرز افتاده به عمود خیمه. میگن احتمالا نتیجه دیدار ولایتی با پوتین هم دو کلمه بوده: احترام در برابر اخراج.
یعنی خودت از سوریه برو بیرون تا در مقابل برات حفظ آبرو کنیم، مثلا بگیم که نظام در آینده سوریه نقش داره و خیلی مهمه. بله حالا کم کم روشن میشه، فعلا خدا نگهدار.